با سلام درود احترام خود هموطنان هم در جای جای ایران و دنیا، من فردا شب یک کلیپی تقدیم کنم به شاه خودمون و چند تا سوال مردم رو خواهم گفت و چند تا مطلب رو خدمتشون عرض خواهم کرد، به خصوص دوربریای ایشون. من یه جمله بتونم رو دوربریشون از ما توی دوربر شاهزاده از آقای پاشای بارتا کسی نداریم، از نظر انسانیت شرف همه چی آدم پاک دست، ولی آدم بی ارزیه. دوره شده هیچ کدوم کارش رو نکردند، میلرزن میلرزن. آقا جون کسی به شما کارم تو ایران نمیده، شما تئوریسین هست، اینو تحصیل کرده، همه تحصیل تئوریسین هستند، باید چند تا کار خراب دو به جا برسید. من ادامه صحبت فرش رو میکنم، الان وقتش نیست، خیلی عصبانی هستم و الان وقتش نیست. اما آقای بشار اسد خود حرفی که چند سو پیش زدم اتفاق افتاد و آقای بشار اسد رفتن و بخونم بهتره. موضع‌گیری بشار اسد علیه جزایر ایرانی به نفع امارات. بشار اسد همراه با سایر کشور عربی بیانیه حمایت از تعلق جزایر سگانه به امارات رو امضا کرد. زمان جزایر بود شما کجا بودید؟ آقای بشار اسد حقتون هست، سر سپاه از شما بیاد. حرامزاده حرامزاده ها، حالا اینه باش. بشار اسد همراه با سایر کشور عربی بیانیه حمایت از تعلق جزایر سگانه به امارات رو امضا کرد. حالم به هم میخوره از این که این حرفا زده میشه. زمانی که جزایر بوده شما اماراتی کجا بودید؟ من خودم یادمه که توالت کنار دریا توالت می توالت نمیدونم چی هست. شاه کشور شما رو آباد کرد، شیخ قاسمی میگفتش که خالد قاسمی گفتش که شاه پدر اماراته. حالا بشار اسد تو هم دخالت میکنی بخاطر شن درواز خاک آدم بر سر میکن، البته حقتونه. شرکت در 33 اجلاس سران کشور عضو اتحادیه عرب در بیانیه پایانی ادعای اماراتی بودن جزایر سگانه را تکرار کردند. این شرکت کنندگان بدون توجه به اسناد و حقایق تاریخی که مالکیت ناخیر تو اسناد تاریخ بی عرضگی به این مسئولی مملکت ماست خائنن، بهشون میگن میدن 6 تیتر روز اضافه بهشون میدن. البته اینم بگم پشت قضیه روسیه هم هست، اما این روسیه بیشتر کشور ملت و کشور دنیا رو داره. بدون توجه به اسناد و حقایق تاریخی که مالکیت ایران بر جزایر سگانه را اثبات میکند و استفاده از نام جعلی برای خرج همیشه برای یافتن راه حل مصادامیز این موضوع از طریق مذاکرات مستقیم با رجوع به دیوان دیگه همش هر حالم به هم میخوره. میخونم خبرشو، چیزی که ایانت چه آجاز بیان است، ولی اونی که خواسته به اینا چیز نکرده بودم کلاغ فلان کاره بود. سران کشور عضو اتحادیه عرب به یادتون باشه، اسم این اتحادیتون یادتون باشه، یادتون باشه، یادتون باشه، یادتون باشه، بیشرف ها یادتون باشه. عرب بدون توجه به اسناد و حقایق تاریخی که مالکیت ایران بر جزایر اثبات میکنه استفاده فلان. خب دیگه از خبرش میگیرم، حالا به هم میخوره. بله خب تو وضعیت حکومت الان در حالت چیز دیگه، در فروپاشیه دیگه، از این حرفا گذشته. خودش میتونن هم افتادن هم دیگه تیکه پاره میکنن، گرگ ها کفتار ها لاشخورها بزنن هم افتادن و هم دیگه تیکه پاره میکنن. واسه باشن دیگه مهم نیست، چون اینا اصلا کشورداری بلد نبودن، از باشن نبودند. کشور اروپایی ها میکنیم سر شاهزاده شاه ما رو دارن گرم میکنند، ولی با این جا به جایی نمیرسید. این کار به جایی نمیرسید، داره بهتون میگم. حکومت داره فروپاشی است، شهیده بجون هم افتادن، خودتون میدونید، خبرها دارید قطعا. قالیباف یه طرف، اون یه طرف، خط قرمز آقاشون قالیباف، اون رافی پور از اون طرف، همه اینها خواستید هر کدوم یه طرف دارن میکشن و این به نفع ماست. هر کی گوشی کشی سوراخ میکنه، این به نفع ملته. کاش امشب کلی پر نمیکردم، حالم خوب نبود، عصبانی بودم. خب یه خبر اتفاق تو جمهوری اسلامی افتاده، این خبر جالبی، این یعنی برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی اتفاق افتاده. خوب گوش کنید. برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی قبل از پایان یک دولت، وزیر آن به 3 سال زندان محکوم شد. وزیری که اتفاقا مدعی بود آمده تا به بی اخلاقی ها و دور زده و بی اخلاقی در درون
روحانی پایان دهد. آنطور که رئیس دستگاه قضایی میگوید، این تنها وزیر دولت نیست که محکوم به احضار شده است. حالا مجروح هم دیگر دراز کنند، مجروح ها بگن این بوده اون بوده این بوده شاید ولی این راه نجات نیست. صد تا رو دراز کنید، صد تا رو اعدام کنید، صد تا گردن بزنید، شما رفتنی هست، اصلا پاشیده هستید. آقای اشک تو خود سردستی دزدا هستی. خبری کی فرستاد کانادا؟ تو. خیلی کار دیگه تو کردی، من خبر دارم. آنطور که دست رئیس دستگاه قضایی، این تنها وزیر دولت نیست که محکوم به یا احضار شده است. هر دو وزیر دولت رئیسی نزدیکی زیادی با سید جلیلی در دولت سایه داشتند. اما سید جلیلی که خب بدون هیچ دلیلی خاکسر جلیلی همونه. یا دیو همین هر روزاده که صحبت است. اونا برای امام اعظم پول جمع میکنه. این بحثت روانی. هر دو وزیر دولت رئیسی نزدیکی زیادی با سید جلیلی در دولت سایه داشتند. ابراهیم رئیسی که حوالی دم از شفافیت و مبارزه با فساد میزد، هیچگاه درخواست نکرد که این دادگاه علنی برگزار شود. این وزیر باید به زندان برود. ماجرای سعادت نژاد درس عبرتی برای مسئولین خواهد بود. خواهد شد. اقدام قوه قضاییه شجاعانه بود. مشرق نیوز نوشت محسنی اجهی رئیس قوه قضاییه به تازگی طی سخن در دانشگاه یاسوج در پاسخ به مطالبه دانشجویان پیرامون وضعیت پرونده قضایی وزیر سابق جهاد کشاورزی گفت وزیر سابق سعادت نژاد محاکم و تا اینجا به 3 سال زندان محکوم شده است. اقدام قوه قضاییه از 2 حیث ویژه باید متوجه قرار گیرد. نخست شجاعت دستگاه قوه قضاییه برای برخورد با دانه درشترین مقامات مدخل در یک پرونده تر فساد که نشان میدهد مدعیان وجود فساد سیستماتیک در ایران دروغ میگویند و هیئت حاکمه کشور هیچ تعارف با تعارف مداینه و پذیرش در قبال فساد از جانب هر کسی که باشد ندارد. دوم تمشک قاضی قضات به مسئله تشهیر و نام بردن از مجرمان پرونده است که تا پیش از این بعضن با تعارف و فلان و فلان رد میشد. من دوستان راجعه تلا برای صحبت خواهم کرد. تلا این خورده فروش ها رو ما کار نداریم، اینا بالا پشت پرده خودشون با هم هستن و پشت پرده شون همیشه با شکست مواجه شده، همیشه خودشون با صرفن تو چاه. هر کسی با این حکومت کار کرد، هر کس با مردم در افتاد بر افتاد، در هیچ شکلی نکنید تلا فروش که هیچ هرچی میخواد باشه، حکومت ها با این دولت با این مردم در افتاد بر افتاد همشون. چک بدون شکی برابر، بدون هیچ شکی، بدون هیچ شکی. آقای حالا به هم کار اسمش این زمان شد وزیر سپاه. من اون روز باید میرفتم سیستم دستگاه بود و تنسیز میکردم چون سیستم الکترونیک دست من بود. بعد دارم نگه بودم گفتم چی داری میگه؟ آقا خواسته چی آمد؟ گفت آقا شم خواهی 3 روز داشته وزیر سپاه، 3 روز و این پشت قایم شد شماره ماشین دیر میان برمیداره. من همون زمان گفتم، بعد هم این دوستا گفتم، گفتم ایشون فقط به درد همین نگهبان دم در میخوره اگر اون بتونه. آقای شمخانی اون دم در هم زیاد برد گفتم بیش شرف حروم زاده، حروم لغمه. پول برمیداریم میاری میده به بچه ها، برای چی میده؟ به کی میدیم پول رو؟ به اونها، به این هم تقسیم میکنیم میری میای. دیگه دوران تموم شده است. پول پخش کنی نکنی، هر کاری بکنی، محکوم به فنا و نابودی هستی. خودت و پسرت هم سال هم ملت دیگه همه چی رو آگاست، میدونند. با این خیلی شبازی و با این کسافت ها هیچ کاری درست کار بکنی، خاک آنم برسرت بکنی، پول تقسیم میکنی. پاسدار تبهکار داره پخش پول قارچی در میان کودکان، اصالی کاربران نمایش فریب کننده و مشمعز کننده و پخش پول قارت شده از جیب ملت ایران توسط سردار یاقی آدمکش علی شمخانی. خب خبر زیاد هست، حالم هم زیاد خوب نیست حقیقتش. و یک کلیپ پر کردم گذاشتم قبل از این، 40 دقیقه است، یه شاهکار در من خودش. از جورج سورس بخواین توش هست، از این بخواین توش هست، از هر چی بخواین توش هست. و آقای جوانمردی هم خواسته تو هم خواسته نشون دادی خودتو حروم زاده. اونهایی که خجالت بکشن که به هم میگوزه تو نمیدونی این وطن پرستی کجاش وطن پرستی، چشاش دروغ میگه، خودش دروغ میگه. مزدور آمریکاست، حالا مزدور سپاه قدس هم بوده یا به جای خودش، این مزدور فرق نمیکنه براش.
بابا واسه مزدور و امثال این امثال طاهر اینا فرق نمیکنه. مثال زدم دختر کولی توی یکی از شهرها خیلی خوشگل بود، اون دو پسر ارباب اونجا رفت این باش ازدواج که آوردش. گفتم آقای دختر کولی این بیستی هیچی ساکتا نداره. گفت نه خیلی خوشگل و من قول دادم از این حرفا. اینا یه روز پدر صاحب خان اومد خونه، پدر پسر اومد خونه، دید عروسش تو حال دراز کشید و پرپاچه بیرون اینا و خلاصه الی آخر اتفاق نبوده افتاد. بعد که اتفاق افتاد به دختره گفت خیلی ببخشید من شرمنده هستم، من کار میکنم. گفت باشه جمع کاسه گذاشت بابا من اومدم توی خونه فلان کار بکنم، چه تو چه پسره. اینا همینن امثال طاهری ها، امثال جوان مردی های، اینا فاحشن، فاحشه سیاسی هست. من 10 سال پیش گفتم فاحشه سیاسی رو. اینا همینند قرازی توقع کاری بود تحجیب آدم بود بکنه. ما فاحشه سیاسی زیاد داریم. 99% افراد یاد خارج کشور برای اپوزیسیون هم فاحشه سیاسی هستند. چرا هیچ کسی راهکار به داخل کشور نمیده؟ مگه شاهمون چند بار نگفته این رابطه که آقا جون بیا راهکار بدید؟ ولی بلد نیستن، شاید بلد نیستن، همون دورش رو بلد نیستن، سوادی حرف ندارن. اگه دلسوز هم باشه این کاره نیستن. آقای پاشای گل آقا همه چیز بیست، اما جراح خوبی نیست، این کاره نیستند. شاه عزیز یک تجدید کلی تو کاراتون بکنید، واقعا بکنید تجدید کلی، چون اتفاقی داره میفته تو کشور، زمان داره میگذره. زمان. دختری که دو سه روز پیش توی آنتالیا یا لوا خودکشی کرد، خونش گردن تک تک من و شماست. از اینکه شما خواست اخراجش کنم من نمیدونم محالا چشم بد است. دختره، دختر 20 ساله بخواد اخراج کنه که خودکشی کرد، تمام بالا خود پرتید پایین. این دقیقاً گناهش گردن من و شما، امسال من و شما شازده. هیچ تعارف هم نداریم. اون دوروری شما هستند، اون تئوریست دور شما نشستن همش خوشبش میکنن، چاپلوسی میکنن، تملق میکنن، پاچه خاری میکنن، گردن همه این هاست. شما استثنا هستی، ولی بدونید که شاه عزیز هیچ کدوم از دوره شما کاری نکردن. بعد نیست و اگر بخوان بعضیشون خواهی نمیستن نمیخوان بکنن. خواستم این صحبت رو فردا بکنم و دلم درد داره، امشب نکنم تر سکته کنم. آقا شما تو مملکت هزاران هزار نیرو داری، همون خارج کشور هم داری، میخوای من 100 تاشو معرفی کنم که هر کدوم یک یلی هستن از کار اجرایی؟ کار اجرایی متفاوته با تئوریسین ها. من یه استاد داشتم توی الکترونیک، 6 ماه دیوزینر درس داد، 6 ماه دیود زینر از آمریکا اومده بود درس میداد، اما دیوزینر نمیشناخت، قیافش نمیشناخت. اینا همینند. من کسایی میشناسم تو آمریکا با 2 دلار با 10 دلار با 20 دلار اومدن 30 سال 40 سال پیش، الان تلیار دارن، ارزدن تمام کار کردن. نه همه جیب دستی بیار نکنید شاه عزیز، نکنید، وقت تلف نکنید، بر نمیگرده این فرصت ها، بر نمیگرده عزیز من. ما عمرم کردم اون چیز دستم کوتاهی نمی کنم، ولی دارم میگم، محکمم دارم میگم بهتون، این رفتن این ور و بر اینا همش سرگرم کردن شماست به شیوه های مختلف. تو رو تو چی میخوای شما بگی بهشون؟ چی گفتید بهشون؟ مگه نمیدونم؟ مگه همین تورنتو نبود که نوچه انگلیس آمد علی چیکار کرد بابا؟ تمام دشمن ما اونجا هستند. من نمیدونم چی بگم، ولی دارم همینه که دست هست رو خود بهتون میگم، خودتون میدونید. خواب پنگیری خواب ملال، این حرف مردم دارم میزنم. من خود فکری هستم، 4 نفرم خرجمو میدن، هزینه میدن، رقم نیده نیستم، کار نیده نیستم، ولی دارم به شما میگم این دور برای شما همشون یادتون از ما اول تا الان یاد چک کنید دیگه، از امید دانا، از خانم گلستان، از آقای پیروز، همه رو چک کنید کدومی که کارشون درست بوده. هیچ کدومی که کارشون درست نبوده. تا مصاحبه که با اینون کردید، شما آدم صادق و سالمی هستید، تو امریکا بزرگ شدید، ولی اینا نه، اینا جنسشون خورده شکیچی داره. پس هم کار که بلد نیستن بهانه میارند. نمیتونم بدمن شاه عزیز. خیلی اگه بشه صحبت میخواست پرشه صحبت میم مسئله، ولی خب دیگه دل درد دارم، دلم درد میکنه. این کلیپ گذاشتم 40 دقیقه، حتما ببینید، جواب خیلی از سوالاتوش هست، به خصوص باند جورج سورس
کیا هستن، چی بوده چی نبوده، مال جواب علی قاسمی مثلا میذارم، جواب مردی مشخصه، یه موضوع تا معناست و خیلی مسائل دیگه. ایام بکنم بود خوش.